سلام، من شهریار هستم، اینجا پارسی تیوی. به برنامه دیگه اومدیم خدمتتون، این بار در مورد مسائل جدید در پرونده بابک خرمدین. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید و این ویدیو رو از دست ندید. قبل از شروع دکمه لایک رو بکوبید و ما رو سابسکرایب بکنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید زنگوله کنارش رو بزنید. این روزها پرونده بابک خرمدین به ترند روز بحث‌ها تبدیل شده و اعترافات پدر و مادر او در مورد خواهرش آرزو و فرامرز داماد خانواده این موضوع رو داغ‌تر و جنجالی‌تر کرده و به تازگی بحث‌های جدیدی در این رابطه مطرح شده که در ادامه اونا رو با هم بررسی می‌کنیم. اولین مبحث مطرح شده دروغ بزرگ اکبر خرمدین درباره بابک و فرامرز. به گفته خانواده فرامرز، ادعاهای اکبر خرمدین درباره بابک پسرش به هیچ عنوان نمیتونه صحت داشته باشه. بابک به هیچ عنوان دچار معضلات اخلاقی اینچنینی نبوده و حتی برای رعایت حقوق دختران خانواده و فامیل در جمع‌های اونها وارد نمی‌شد و کوچکترین مسئله اخلاقی از او مشاهده نشده بوده. از سوی رابطه و علاقه عاطفی بابک و فرامرز برای همه روشن بوده. اونها از بچگی با هم بزرگ شده بودند و با هم رابطه بسیار خوبی داشتند، تا اندازه‌ای که بابک حتی پس از بازگشت به ایران بارها به شکل‌های مختلف سراغ فرامرز رو گرفته و پیگیر غیبت او بوده. خانواده فرامرز میگن بابک نمیخواست باور کنه که فرامرز گم شده. تصور خانواده بر اینه که بابک با پیگیری‌هاش درباره فرامرز ممکنه متوجه موضوعی شده باشه و خواسته اون رو با خانواده فرامرز در میون بذاره. به همین دلیل پدر و مادرش نقشه قتل او رو کشیدن. البته این فقط حدس برخی از افراد خانواده فرامرز درباره انگیزه کشته شدن بابک خرمدین به دست پدر و مادرشه. رسیدگی به پرونده این جنایت هولناک در حالی ادامه داره که خانواده فرامرز تصمیمشون درباره سرنوشت قاتل فرزندشون رو گرفتن و خواهان قصاص او هستن. خواهر فرامرز میگه تصمیم ما اشد مجازات و قصاص قاتلانه. ما میدونیم که اکبر خرمدین سرطان پیشرفته داره و امیدی به زنده موندن نداره و احتمالاً با توجه به بیماریش خودش خواسته که رازش فاش بشه. رها کردن جسد بابک در نزدیکی خونشون هم احتمالاً به همین خاطره. اگر نه، او دو بار در گذشته مقتولان خود رو به گونه‌ای سر به نیست کرده بوده که امکان شناساییش وجود نداشته و حتی احتمال داره که او پیش از محکومیت و اجرای حکم فوت بکنه. اقوام خانواده خرمدین همچنین هر گونه باور و اعتقادات مذهبی رو از سوی او رد کرده و درباره تصاویر منتشر شده از صحنه شکرگزاری او از ارتکاب این قتل‌ها معتقدند که اون نمایشی برای عموم اجرا کرده که کوچکترین اعتقادی بهش نداره. اما ازدواج آرزو و فرامرز. آرزو دختر بزرگ خانواده خرمدین سال 78 تازه از همسر اولش پس از 5 سال زندگی مشترک جدا شده بوده، یعنی همون سالها که بیماری MSش اوت میکنه. فرامرز پسرعمه آرزو هم تازه از همسر اولش جدا شده بوده. آرزو حال روحی مناسبی نداشته. اون زمان فرامرز با خانواده زندگی میکرده. از اونجایی که رابطه فامیلی نزدیکی بین این دو خانواده بوده، شکست در زندگی مشترک و صحبت و گپ‌های آرزو و فرامرز با هم اونها رو به هم نزدیک‌تر میکنه. همین آغاز علاقه اون دو به هم میشه، هرچند رفتارهای آرزو چندان با خانواده فرامرز همخوانی نداشته. خواهر فرامرز در گفتگو با همشهری میگه ما خانواده مذهبی هستیم که خانوادم علاقه نداشتن به آرزو به عنوان عروس خانواده نگاه کنن. آرزو آزادی هایی داشت که چندان با عرف خانوادگی ما هماهنگی نداشت و با این حال فرامرز یکی از دلایلش رو برای ازدواج با آرزو حمایت از او عنوان میکرد. بیماری آرزو هر روز شدیدتر میشد و این برای همه خانواده خصوصا فرامرز ناراحت کننده بود. همین هم شد که پس از یک مهمانی در منزل خرمدین ها که به دعوت بابک که دوستی و رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با فرامرزاش برگزار شده بود، فرامرز به خانواده گفت که میخواد با آرزو ازدواج کنه. اصرار فرامرز در نهایت باعث ازدواج اونها شد، هرچند پدر فرامرز به علت مخالفت در این مراسم حضور پیدا نکرد و صیغه محرمیت اونها رو پدر آرزو یعنی اکبر خرمدین خوند. اما مدتی نگذشت که فرامرز با آرزو دچار اختلاف شد و همین باعث شد بخواد نامزدیشون رو به هم بزنه. آرزو اما نمیخواست این اتفاق رخ بده و با اقدام به خودکشی آرزو فرامرز تصمیم گرفت زندگیش رو با او از سر بگیره. ازدواج اونها در تاریخ مهر 1390 انجام شد. در تهران سر خانه اجاره کردن. اما دعواهاشون تمومی نداشت. آرزو سیگار میکشید و این بیماریش رو تشدید میکرد. هر چند هفته دعواها به خانه نزدیکان کشیده میشد و آرزو به قهر به خانه پدرش برمیگشت. دی ماه همون سال آرزو برای همیشه به خانه پدرش رفت و دیگه به خانه مشترکشون برنگشت. این قرار ادامه داشت تا 14 اسفند ماه که فرامرز با دستگلی به خانواده خرمدین که دایش بود رفت
تا برای همیشه و به خوبی داستان زندگیش با آرزو رو به پایان برسونه. او حتی در خانه خرمدین با خواهرش تماس گرفته و از حضور آرزو، داییش اکبر خرمدین، همسر او و پسر کوچیکشون افشین خبر داد و گفت که دارن با هم صحبت میکنن. اما فرامرز چه خصوصیاتی داشت؟ فرامرز متولد 1345 بود و دو برادر یه خواهر داره. پسری که به گفته نزدیکانش مؤدب و غیرتی بود و دوست صمیمی و نزدیک بابک خرمدین. به گفته نزدیکانش اهل هیچ خلافی نبوده و سیگار هم نمی‌کشیده. تکنسین برق و عاشق و شیفته اتومبیل بوده. خانواده اون نزدیکانش دلیل ازدواج فرامرز و آرزو رو دلسوزی فرامرز برای آرزو می‌دونستن. زیرا آرزو در اون زمان نیز بیماریش پیشرفته بود و با افسردگی وحشتناک دست و پنجه نرم می‌کرد. خواهر فرامرز در ادامه اضافه کرد 14 اسفند فرامرز آخرین بار با من صحبت کرد. موقعیت خود رو در منزل دایی اکبر خرمدین شهر داد و با من قرار گذاشت که فردای آن روز یکدیگر رو ببینیم. فرامرز دو خط تلفن داشت که یکی مخصوص کار و دیگری برای ارتباط خانوادگی بود. اما پس از اون روز ناپدید شد و خط تلفن کاریش پس از غیبتش خاموش شد. اما خط دیگرش دست آرزو بود که میگفت فرامرز تلفن رو به او سپرده و رفته. از آن روز دیگه خبری از فرامرز نشد. اعتقادات اکبر خرمدین چه بود؟ اعتقادات اکبر خرمدین به گفته نزدیکانش برای اونها روشن بود. او هیچ باور و علاقه مذهبی نداشت. بسیار انسان آرامی بود و در عین حال هر نوع مخالفت با باورها و حرفهاش رو تاب نمی آورد. خانواده فرامرز از مردم میخوان که اجازه بدن مراحل قضایی با صحت و سلامت کامل طی بشه، از اتهامات بیهوده پرهیز کنن، زیرا فشارهای روانی به وجود اومده برای خانواده مقتولین و قاتلان به اندازه زیاده که توان مقاومت در برابر اونا رو نداشته و نگران تبعات بعدی اون هستن، چرا که ساختار خانوادگی اونها به گونه ای که به خاطر ازدواجهای فامیلی روابط چند سویه دارن و این موضوع ممکنه باعث گسست و شکست‌های جبران ناپذیر بعدی برای فرزندان و دیگر اعضای خانواده بشه. اما اقدام عجیب برادر بابک. حواشی و اخبار در پرونده قتل هولناک بابک خرمدین همچنان ادامه داره و تمام شدنی نیست. در تازه ترین اتفاق، پیکر نیمه جان پسر این خانواده در محل وقوع قتل بابک خرمدین خواهر و دامادشون کشف شده و برخی مدعی شدن که او قصد پایان دادن به زندگیش رو داشته. صبح روز جمعه، نگهبان ساختمان بلوک سی در شهرک اکباتان متوجه شد که در ورودی خانه پدر و مادر بابک خرمدین که در ورودی خانه پدر و مادر بابک خرمدین نیمه بازه. بعد از افشای جنایت و بازداشت پدر و مادر خانواده، برادر وی در آپارتمان پدریش ساکن بود. نگهبان وقتی دیده در نیمه بازه، چندین بار نام برادر بابک رو صدا میزنه، چون مطمئن بوده که آخرین بار او وارد ساختمون شده و به آپارتمان رفته. از سوی دیگر نیمه باز بودن در هم مشکوک بوده و نگهبان برای سرکشی وارد آپارتمان میشه. نگهبان به محض ورود با پیکر نیمه جان برادر بابک روبرو میشه که دستاش روی شکمش بوده و از حال رفته بوده. نگهبان با دیدن این وضعیت بلافاصله به اورژانس زنگ میزنه و برادر بابک خرمدین برای درمان به بیمارستان لقمان انتقال پیدا میکنه. در حال حاضر تحت درمان قرار گرفته و معلوم شده که دچار مسمومیت الکلی شده بوده. او از خطر مرگ نجات یافته و حالا شایعاتی در خصوص اینکه وی دست به خودکشی زده مطرح شده که تحقیقات در این خصوص هم ادامه داره. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو راجع به این پرونده جنجالی و پرحاشیه پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت همون حمایت بکنید.